حضرت امام در درس اخلاقشون دارن که روایت میگه که خدا میگه من زمین نگرفت، آسمان نگرفت، قلب مؤمن گرفت. حضرت امام میگه که ما گاهی اونقدر کوچیکش میکنیم این قلب رو که اگه گنجشک بخوره سیر نمیشه. بعد حضرت امام میگه چقدر قلب تنگ و تاریکی داره از این همه کمالات اکتفا کنه به یک لباس، به یک عبا، به یک قبا، به یک آرایش خاص. شما قرآن رو ببینید، خدا با چه اهتمامی با ما صحبت میکنه؟ نکته بسیار بسیار تربیتی است. اونقدر حساب کرده، به حساب باز کرده برای ما، ضرب المثل میاره، تاریخ میاره، از جهنم میگه، از بهشت میگه، گاهی تون میشه و مطالب حکمی عرفانی اونقدر میاره میاره. انسان 100% منتقد میشه به این که من یه مشت گوشت و پوست و استخوان نیستم که خدا اینقدر به من حساب باز کرده. برای گوشت و پوست و استخوان که این همه حساب باز نمی کنن. یه خبریه. پس پاسدش داد چه ها که همراه هست، خاکان را که از خدا آگاه هست. خدا کنه پیداش کنیم. آره، هیچ وقت نباید یه عصب خودتون راه بدید، هیچ وقت. پشت این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه هست، یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ است. حضرت آقای شریعتی، اگر ما بخوایم اون تولد دوم رو بفهمیم که چجوری است، نگاه کنیم به کسانی که به تولد دوم رسیدن، زندگیشون تمام فرق میکنه، چانهشون رو عقل میچرخاند، احساسهای بزرگی که دارن، خودشون رو فدا میکنن برای عزت و حشمت جامعه، احساسهایی که با اون احساسات درد مردم رو درد خودشون میدونن، گرفتاری مردم رو گرفتاری خودشون میدونن، گریه میکنن برای گرفتاری مردم. پیغمبر ما میدونید به چه حالی افتاد؟ آخر سر خدا گفت تاها ما انزلنا الیک القرآن لتشقا. احساسا ببین، خدا یه جمله آورده در قرآن، میگه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. پیغمبر قسم به عمر تو، اینها قوم لوط اشاره میکنه، اون قوم لوطی که افتادن به اشتهای کاذب، بله، اشتهای شهوت کاذب. شهوت اگر به خط اشتهای کاذب وارد بشه دیگه سیر نمیشه، با حرم سرا هم سیر نمیشه. ازا کانت المعاینت و لقا کانت ادعا الذی لا دوا له، دیگه با هیچ چیز سیر نمیشه. قوم لوط اینجوری شدن. میگه پیغمبر قسم به عمر تو، هر کسی اینا رو نگاه بکنه میگه اینها مستن، اینها هی سرگشتن. میدونید که در دادگاه یه قسم هست یه بیانه. خدا یه چیز ابتکاری درست کرده، خدا به بیانه قسم میخوره. لعمرک، یعنی هر کس عمر تو رو ببینه، زندگی تو رو ببینه، فکر تو رو ببینه، این بزرگترین بیانه است که بگه اینها همه مستن. غوغا کرده خدا در این آیه.